فوری یک چرخ بال ارتش ملی در هلمند سقوط کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: یک چرخ بال ارتش در هلمند سقوط کرده است. 7 تن در این رویداد زخمی شدند. در همین حال خبرگزاری رشد در یک خبرنامه می نویسد: اعلامیه وزارت دفاع ملی در پیوند به نشست اضطراری یک هلیکوپتر نظامی قوای هوایی کشور. ساعت 6:35 شام امروز یک بال هلیکوپتر نو بلاک هاک قوای هوایی در مربوطات ولسوالی نهرس راج ولایت هلمند بر اثر مشکلات تکنیکی نشست اضطراری کرده است. خوشبختانه به سرنشینان این هلیکوپتر آسیبی نرسیده است. وزارت دفاع ملی کشور چگونگی نشست اضطراری این هلیکوپتر را بررسی می کند. و این در حال است که در یک شبانه روز گذشته 8 تن به شمول رئیس شورای علمای تخار، معاون امنیت ملی حصه اول کوهستان کاپیسا و یک افسر ارتش جان باختند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. به گزارش سپوتنک به نقل از تولو نیوز، این افراد در انفجارها و تیراندازی‌های هدفمند در ولایت‌های تخار، کاپیسا، لوگر، غزنی و بلخ کشته و زخمی شدند. مولوی عبدالصمد رئیس شورای علمای تخار با 2 همراهش پس از چاشت امروز لحظات پس از آن در یک انفجار جان باختند که از یک مراسم دستاربندی بیرون شده بودند. تیمورشاه گواه رویداد گفت از دستاربندی که می آید در ناحیه پل موتر انفجار کرد. در داخل موتر 3 نفر بودند. مولوی عبدالصمد 55 ساله از 10 سال بدین سو مسئولیت ریاست شورای علمای تخار را به عهده داشت. به همین ترتیب عتیق الله معاون مدیر امنیت حصه دوم کاپیسا همراه با ادریس پسر عمش ساعت 8:30 شب از سوی مردان مسلح ناشناس در نزدیک خانهش در ملاخل این ولایت با شلیک گلوله کشته شدند. خواجه فهیم صدیقی برادر عتیق الله صدیقی بیان داشت: دیشب میخواستند با یک مهمانی بروند که در مسیر راه از سوی اشخاص نامعلوم به شهادت رسید. در رویداد دیگر یک انفجار در ولایت بلخ پس از چاشت امروز جان 2 تن را گرفت و 13 تن دیگر را به شمول 3 سرباز ارتش زخمی ساخت. در ولایت غزنی نیز مردان ناشناس 1 افسر ارتش و 1 غیر نظامی را در شهر غزنی با گلوله بستند. در رویداد دیگر در ولایت غزنی 1 غیر نظامی که کراچی داشت در منطقه چوک فخری غزنی از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسید. انفجار 1 ماین در ولسوالی سیاد ولایت سرپل نیز جان 1 فرمانده اردوی محلی با 1 سربازش را گرفت و 2 سرباز دیگر را زخمی ساخت. کمیسیون حقوق بشر می گوید که در 3 ماه گذشته، اول جنوری تا 31 مارچ سال جاری میلادی، 14 زن فعال در کشور در حمله های هدفمند جان باختند. با گزارش سپوتنک و نقل از تولو نیوز، بر بنیاد آمارهای کمیسیون حقوق بشر در این مدت 22 فعال دیگر زن نیز زخمی شدند. در تازه ترین مورد 3 واکسیناتور زن در ولایت ننگرهار ترور شدند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و روابط عامه کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت از سازمان ملل متحد می خواهیم که از نفوذشان بالای هر 2 طرف استفاده کنند تا جلو این خشونت ها گرفته شود. مراسم تشییع جنازه و به خاک سپاری زنانی که روز گذشته در ننگرهار ترور شدند در شهر جلال‌آباد مرکز ننگرهار برگزار شد.
این بانوان هنگام آماج تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند که کودکان را در برابر بیماری فلج واکسین می کردند. سمیع الله عالم دین بیان داشت نه در قانون کفر است و نه در قانون انسان که بالای زنان تفنگ بگیرید و او را بکشید. برهان الدین نظامی از بستگان زنان جان باخته نیز افزود. تا کنون ما خبر نیستیم که این عمل را کدام گروه کرده است. آیا طالب کرده است یا داعش یا کدام گروه دیگر. این در حال است که در حدود یک ماه پیش سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در شهر جلال آباد نیز ترور شدند. ضیاالحق عمرخیل والی ننگرهار اظهار داشت قاتلان را پیدا می کنم. می بینید که در اینجا شماری از قماندانان و بزرگان نیستند. من برایشان گفتم که بروید قاتلان را بیاورید یا سرشان را بیاورید. در میان 34 ولایت افغانستان ننگرهار و کابل بیشترین قربانیان حمله های هدفمند را در ماه‌های داشتند. مسئولیت بیشترین حمله ها را هیچ گروه بدوش نگرفته است. انیسه عمرانی نماینده مردم ننگرهار در مجلس تصریح کرد. این رویداد دردآور است. بار نخست نیست که در ننگرهار صورت می گیرد. در حالی که نهادهای امنیتی طالبان را عامل حمله های هدفمند عنوان می کنند، اما طالبان این ادعاها را رد می کند. همزمان با نگرانی ها و افزایش قتل های هدفمند و فرار برخی خبرنگاران به خارج از کشور، نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از مسئولان می خواهند که به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران و ویژه قتل های هدفمند اخیر به طور جدی رسیدگی کند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی در نشست در کابل گفت که 50 خبرنگار از افغانستان به دلیل ناامنی و خطر جانشان بیرون شده اند که 15 تن آن را زنان اختصاص می دهد. مجیب خلوتگر گفت نتیجه سروی ما نشان می دهد که تعداد رسانه ها زیاد اما تعداد کارمندان رسانه کم شدند. این امر نشان می دهد که ظرفیت و علاقه برای سرمایه گذاری در حوزه رسانه ای وجود دارد، ولی حکومت نتوانسته است جرأت و خواهش کار که در درون رسانه نیاز است را حفظ کرده از آن استفاده نماید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.